سلام 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 هستیم؟ عالی خوب هستیم؟ چه خبر؟ سلام. سلام سلام, سلام. اول توضیح بدم که بعد از یه مدت چقدر وقت ضبط نکردیم؟ الان دو هفته شد؟ دو هفته آخرین اپیزود چی بود؟ آخرین اپیزود فکر کنم اپیزود... تو بود نه نه صدای درون دو بود میدونی که هفته فکر کنم یکی دو تا اپیزود دیگه میرسیم به 365 تا یعنی اونم باید صحبت کنیم یکی شروع کنه میتونه هر روز هر یک روز سال رو... یک سال رو اپیزود گوش بده شده. و ببینه و ببینه آره ما ببین ما خداکیدی دارم نگاه میکنم ما دیر یوتیوب رو شروع کردیم ولی 2017 ما یوتیوب رو دیر اومدیم به یوتیوب ولی 2017 رو نگاه میکنم خیلی کم اگه که از 2017 شروع میکردیم میذاشیم رو یوتیوب خیلی تعدادی کسایی که اون موقع بودن نداشتیم آمادگی شما چند روز پیش داشتم با میاینه صحبت میکردم من به نظرم من اولین یوتیوبر ایرانم من 2008 مانتایز شده چنلم با یک و چهار میلیون ویو یعنی یه ویدیو گذاشتم ما 2008 که اومدیم من برشم یه ویدیو گذاشتم آنلاین از این بذار از اول بگم موقعی که من اومدم اینجا قبلش تو ایران خیلی مد شده بود که برای هم دیگه چیز مختلف بلوتوس میکردن بله بله موقع موقع بود اول آره او حالا اون موقعی که من یه <تصفح> <تصفح> آره بدترش بود که بلوتوس میکردن که من یادمه آهنگ بریم فضا برای زد بازی بله بله. چهل و خورده ای دقیقه طول کشید تا بلوتوس بشه یعنی هم فقط سرعت <تصفح> بله. آره سرعت تبادل اطلاعات رو میخوام بهتون بگم آقا ما اومدیم کانادا دیدیم که ایزی وجود داره به نام یوتیوب که اصلا قبل زیاد آشنایی با یوتیوب نداشت اصلا یوتیوب تازه ت... شکل گرفته بود 2008 آره بابا 2006 فکر کنم درست شده بود بعد دیدم که آره یه جایی هست و که ملت میتونم مثلا چه من ویدیو بزنن و اینا من بر این باور شدم که این چیزایی که ما توی گوشی آمونه اصلا هیچ کدومش رو یوتیوب نیست شروع کردم این شرورایی که مثلا صداهای مختلفی که هست و ویدیو می‌کردم می‌ذاشتم صدای یه اه، آه، کامیدیانه بود که ادای خلبان ایرانی رو در می آورد جذاب بود برا من برای آقا یه عکس گذاشتم روی تو 2008 تو 16 سالته 15 آره حالا 15 شو راستی بهت میگم دیروز شد 16 سال که من کانادا خب 21 فوریه آره فبریک میاد آره. من الان بیشتر تو کانادا بودم تا ایران آ بسیدی به اون نقطه من هم بسیدم دیگه آره. انیویز آقا ما شروع کردیم آپلود کردن و اینا بعد من یه روز صبحی بلند شدم دیدم مثلا ویدیوه 300 هزار تا ویو خورده وا. و یه مقدار کامنت عجیب غریب داره میاد همه شاکی بعضیا دارن میخندن مسخره میکنن فکر میکنن جدیه چقدر داره؟ داره که طول ویدیو داره... چقدر بود چهار دقیقه گفتی یه عکس گذاشتی فقط یه عکس فقط یه عکس گذاشتم که اه... یه عکس که یه دونه هواپیما داره میخوره به برج مراقبت ولی خب از زاویه گرفتن تودی که بهش نگاه میکردی تو هزار از... و هشت گفتی آره. بعد اه این در آخر رسید به یک و چهار دامه میلیون ویو خب بیایم اون ارگانیک بوده <تصفيق> <تصفيق> خدا اصلا از میلیون خیلی اصلا بیره. کسی من و من بی... دا ایمیلش ای دارم, دارم که یوتیوب برام پارتنشی پروگرامش اون موقع فرستاد که آقا شما بیا پارتنر شو تو مثلا کانتنت داری و فلان اینا بعد که یوتیوب یه ذره بهتر شد و این داستان حالا کپی رایت و اینا درست شد اون کوپیرایت خورد یعنی اون لیمیتد شد و اونو برداشته شد منم خودم اون اصلا داشتم از روی چندم ف... در واقع ویزیبل نیست هنوز میتونی ببینی که یک کدوم داره. آره آره داره ولی آره من اولین آپلودم 2008 هست یعنی همین همین کانالت که از اون موقع نه 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 یک کانال دیگه, دیگه, دیگه. آره اتفاقا میگم داشتم با میاینه صحبت میکردم گفت تو باید رو, رو همین چیز میکردی چون که مینویسه که کانال تو کی درست کردی سینسش هست آره چرا رو اون اسم کانال چی بود فکر کنم استرایک می‌خوره دیگه از یوتیوب بود دیگه زیاد حالا الانم همینه که نه نه حسن حال... پیش بند آره باید. آی دست با نمیدونم نمیشه اسم کانال عوض کرد اسم کانال میشه ولی سابسکرایبر رو نمیتونی ترانسفر بکنی از یه جا به یه دیگه دیگه میدونی اسم تا... عوض کنی رینیو میشه دو تا کانال مختلفن اینا هستن نه میدونم آره منظرم آره آره. که فرض کن جدید در اینی که جدید زدی رو نمیزدی قبلی رو میخواستی اسمش رو عوض کنی می نه میتونستی ولی بهش می فکر اصلا اون موقع خب برای خب مهم نبود نه اگه آردی استرایک کوین ناخورده بود کپی رایت میتونه آره هزار سال پیشه نه آقا یوتیوب میمونه تو هیستوریش این اسپنکیه اپیزودای تاریخی چیزا که نگاه میکنی علی بندریو که نگاه میکنی مثلا داره میگه مثلا 1900 اروپا چه خبر بوده مثلا چقدر پیش رفته بوده مثلا آمریکا داشتن چیکار میکرد بعد کار جالبی که میکنه اینه که برای اینکه مثلا به مغز شما یه احساس راحتی بده که خبردار بشی مثلا اون موقع چه خبر بوده میگه که مثلا چه نم. این موقع تو ایران قاجار بوده آره. دوره فلانی قاجار این آه. مثلا این اتفاقا داشته میافتاده مثلا آره. و الان 2008 باید بری ببینید یک چه سال بوده؟ یک سال قبل انتخابات و اینا 88 آره دیگه طبعا. 2008 احمد... دوشه... سال سوم احمدی نژاد اسفند آره. آره آره ما یه مدت بعدش هم اتفاقای احمدی نژاد و اینا افتاد آره اون سال پرسپولیس بگم با افشین قطبی قرار بود قهرمان بشه <laughs> ما دوم دبیرستان بودیم ولی جالبه که ما هم 2008 اومدیم آخره 2008 و با کانسپت یوتیوب که آشنا شدیم همون ماه اول به شدت دیگه یوتیوب میدیم آره. هم ولی هیچ موقع به ذهن هم نرسید که چیزی توش آپلود کنم. می او من کلی با... پروژه تو... دارم. یعنی مثلا پروژه های مارکتینگ مثلا های سکول و اینا هم رو همه اونجا آپلود کردم نه. آره, نه فرهاد یه ویدیو فعال بودم به عنوان یه یوتیوبر آهنگساز سازی های ویدیو های دعوای مدرسه هما رو آپلود کرده بودم اونها خوب بود اونها خوب بود اصلا ببین اینا رو که الان پابلیک کردم داستان میشه دعوای مدرسه اینجا پابلیک نه شما نه شما دع... این رو پابلیک نکردم شما مدرسه تون اصلا اینو بپرسم شما مدرسه تون دعوا میشه من خودم دعوا کردم <laughs> قرار دعوا میذاشین بعد مدرسه من من یه دفعه یه نفر رو تو کافتریا زدم یارو بهم گفت دیگه. آگلی همونجا زدم چقدر جاستس و همونجا آخه از یورو خوشم نمی اومد بکنم میخواد بگه انگری بل... نه نه ایرانی بود با هم دیگه بیفر رو داشتیم آه. با هم دیگه حال نمی کردیم. از مثلا از این <تصفح> مشته... تازه رسیده بودی یعنی تازه <تصفح> فابی بودم دیگه اون موقع برای خودم بود دیگه من گرد 2011 اومدم دیگه اومدن جداتون کردن آره ببین من من زدمش حالا طرف بنده خدا وایستاده بود لبه یه میز من زدمش این نشست رو میزه افتاد یعنی افتاد رو میزه آه. و دیگه ماره جدا شدیم ترسوندیش نرسید ما قرار دعوا میذاشتن نه ما قراری هیچ وقت نبود قرار فقط کرد. تو تو ایران بود دیگه که می اومدن از شهرکایی شهرکای دیگه می بالا سر ما نه اینجا هم دعوا مرسوم بود اون سمتی که ما بودیم شما به هر حال حومه دیگه <ها> ما فیلم اون دعوا رو میکردن اون موقع می واقعا حومه بود آره فرهاد الان جزی از شهر اون موقع واقعا تو دوه... میرفت با گوشیه نوکیا فیلم میگرفت ماز اون روز دیشب بود فکر کنم داشتم برای سپر میگفتم گفتم, گفتم آره ما شب اولی که اومدیم مثلا دوازده که صبح رسیدیم خیلی سرد بود و یه برفی مثلا ملوی اومده بود و اون سال خیلی سال سردی بود همون سالی بود که 60 سانت برف اومد ما شبش رفتیم فکر کنم عمومینا کوکیدلام زندگی میکردم ما رفتیم و اونجا توی مثلا یه بیسمنتی چیزی خوابیدیم و من اولین بار بود که با اینترنت بدون فیلتر آشنا می اوه اوه <applause> واقعا. اون صفحه نمی اومد که نه مشترک. اصلا اون موقع خور... صفحه در اصلا بابا صفحه رو چرا, نه. نه. چرا؟, چرا؟ صفحه چرا همه ده؟ ده رفته... 2008 اون صفحه نمی اومد نه بابا 2008, نمی اومد. نه، بابا 2008 نمی اومد اون موقع همه چی آزاد بود ولی سرعت ایرا... رو دارم میگن ایرا... ایرا... نه, نه باز نمی شد اون صفحه نمی اومد اون دایناسوره می اومد من مطمئنم که من شاید قبل اون صفحه چی چیه فرهنگی رو میگی ولی با سرعت میگی آره مثلا فیسبوک من یادمه که همون شب فهمیدم که فیسبوک چیه توی راه پسرم ازم پرسید فیسبوک داری اینا آره این هم یه سوالی بود که بعد بهم گفت و اینا همون شب مثلا فیسبوک ساختم بعد مینی مشکلش این بود که هیچ کس به ما یاد نداد که از اینا چجوری بعد استفاده, استفاده کنی اش. ببین کسایی که اینجا زندگی می‌کردن احساس می‌کنم فرهنگ استفاده از سیستم رو... فیسبوک خو 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 جدید بود آره 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 برای اونام بود. جدید بود ولی من مطمئنم که اونا باز بیشتر در معرض اینجور چیزا قرار می گرفتن به واسطه اینکه اینترنت کسی اینترنت آزاد بود آره کسی چیزش نمیکرد کسی اینترنت رو من نمی کرد اصلا یه ولعی داشته باشن تو ایران اینطوری بود که اصلا اینترنت رو هیچ کس و خودت میرفتی دنبالش ما اینجا مدرسه هاش کامپیوتر داشتن چه میدونم کلاس کامپیوتر ما داشتیم تو مدرسه‌مون که بهمون یاد بدن آقا براوزر چیه مثلا میدونی چی میگم اینا همش تدریس میشد موقعی که ما اومده بودیم ولی جالبه از اون موقع تا الان دارم فکر میکنم خیلی اتفاقای اولین یوتیوبر باری. ایرانی <laughs> <laughs> کلیپ آره، میشه آره فردا برام دراما میشه آقا من هیچ من اصلا یوتیوبر نیستم اتفاقا داشتم دیروز بهش فکر میکردم یوتیوب یه میدیومه یعنی اگه مثلا اسمش مثلا چه میدونم اکس وای زی بود من اکس وای زیر میشدم آره دیگه نه غیر منطقیه همونجوری که مثلا توییتر توییت کردن فیل شد <applause> ولی ولی جاب نیست دیگه کار نیست یعنی تو آخرش اینی که تولید محتوا تو، اونم خیلی جنراله دیگه می خیلی بازه یعنی از اون که میشین مثلا جوجه کباب با, با ماکارونی میخوره می الان ببین تو اینستاگرام خیلی طول... دنیا عجیبی شده آره خیل. بگی تولید محت... محتوا میکنم با یه سطح عجیبی بد نگاه چرا چ... آخه چیزایی که الان توی توی اینستاگرام می می پشمات میریزه آدما یه کارایی دارن توی اینستاگرام میکنن اصلا باورت نمیشه اصلا الان که بلاگر که خیلی زیاد شده الان یه شغل ونکوور رو می‌خوایم ونکوور ونکوور زیاد ندیدم دیگه بیشتر جاهای حقریب. دیگه حرفم چی دیگه حرفم است تقریبا از هر ده نفری که میان چار پنج نفرشون بلاگر میشن الان ونکوور با فلانی کانادا با فلانی با من باش چه معذب شده کارو با من را بیا آره بعد زیاد خب من میبینم اینا دیگه از دارم بایست بگم دیفاینش کنم که چی خیلی از لوکیشن هم لذت میبرم به به چرا؟ میخواستم میگم فکر کنم این بهترین لوکیشنی که ما توی زبد کردیم که شما که هم دیگر میتونیم ببینیم یه بخشش اطلاع بعد ویوی من خوبه من فکر کنم بهترین لوکیشنیه که تا حالا اجمل داره آه. چی میگن اجمل اجمل <تصفح> صورت خیلی خوبه اینجا نگفتی عجمل. بگو لوکیشن ما, ما چون سه بار شروع کردیم اپیزودو برای همین ما با... کسایی که دارن از یوتیوب نگاه میکنن ما لوکیشنمون عوض شده من اصلا در مورد احساب کشی و اینا من صحبت کردم توی اپیزودهای های قبلی چون آره یه بوده فکر کنم یه یه چیزایی رو گفتم در موردش ولی این احساب کشی بالاخره اگه خدا بخواد تمام شد و ما تقریبا جاگیر شدیم من هنوز خونم و دوستشم تو ولاگ نشون بدم ولی انقدر من از اون لوکیشنه و نوری که و تصویری که بهمون میداد انزجار داشتم قبل <تصفح> <تصفح> زب صحبتش بود با نورش خیلی اذیتم کجا؟ <تصفح> چیز میتینگ شما نورش خیلی ازیاس باید من واقعا دلم برای میلاد میزوخ مثلا این فوتج بهش میدی بند خود مثلا یک ساعت باید به یه چیز خیلی بد نگاه کنی که بخواد اینو ادیت کنه الماس دیگه زیر فشار الماس میشه دیگه کاربن شد فکر کنم <تصفح> میلاد از دست من ولی خب ولی مرسی <تصفح> از همه که میدیدن و همچنان آره آره قوی ساپورت میکردن, میکردن. اونجا اصلا حس اصلا؟ خودمونم درست نبود هیچ وقت نمیدونم شما چه جوری بودی ولی حالا بسن... مثلا بخورونیمش یه برای من اینجوری بود که قدیم که ضبط بود حداقل یه آمری بود که من از محیط خونه حالا از اون ساختمون خارج شد بعد که ضبط افتاده بود تو ساختمون ها دیگه مثلا کار که از خونه تو خونه هم که خونه ضبط <تصفح> هم <تصفح> که از خونه <تصفح> <تصفح> دیگه ما اون تجربه رو نداشتیم یه سری داخل خونه رو تو هم میوردی بیرون آره دیگه اونم بعده دیگه اون بده نه دیگه برای چی بده بعد خیلی کسی پرس بگو من تو ماچ ده دیگه واقعا یعنی ماشین من دیگه هیچ استفاده ای نداشت الان حداقل آره یک از نگرانی ما همین بود که ماشین استفاده آره تو ماشین که اصلا استفاده یعنی الان هر کی میخواد ماشین ماشین من بیشتر از ماشین تو رفته نه نه چون من میتونه من شدم 9 نه من بیشتر هفت سال من دارم چقدر یه افت... الی باش رفتیم آره تا که نشده امکان نداره تو چل تو الی چل رو کرد او جدی داری میگی نو تا آرام باش میدونی تفریق نمیدونم که <تصفح> <تصفح> همش کاره واقعا یه <تصفح> انتهایی هم داره به من یه ببخشید 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 ولی یه سکس بلا عوضی با هم شده تو این دو هفته گذشته بابا ای بابا مرچ کومان خیلی سخت آها. واقعا جز سخت ترین کارهایی بود چرا بوده. ببین از پروسی سختی دی. از دور خ... من به این نتیجه رسیدم همه کارا از دور خیلی راحتن مثلا تو نگاه می‌کنی تی تیشرت زد دیگه اتفاق خاصی نمیفته مثلا نگاه می‌کنی ویدیو می‌سازه کار خاصی ولی موقعی که میری توش اصلا خوب یک خوب میلیون مووینگ پارت دیگه بعد میبینید سختی یه کارش بود این بود که بچه خب یه عقبه خیلی خوبی تو یوتیوب داشتن و الان چیزی رو بخوان ریلیس بکنن باید یه استانداردی داشته باشه <applause> این استاندارد رو نگه داشتن سخت بود آره بعد ما نه تاوال پرودکشن کرده بودیم نه آنلاین چیزی فروخته بودیم نه در مورد اصلا تکس و شیپینگ و هیچی دمت هیچی نمیدونستیم دیگه ولی واقعا دم هم همه کسایی که کمک کردن گرم دیگه از پیش آره از تیم پروداکشن از شروین که وبسایت رو یعنی واقعا اگه همه این آدما نبودن اصلا ما هیچ وقت نمیتونستیم تمام این اتفاقایی که تمام این مرچ ها رو بدیم ام. ما الان تمام ها اون سنت شد ایوه تا به همه جای دنیا از قطر هم داشتیم قطر, قطر. بگو, بگو جای بگو بگو بگو. عجیب کره کره جنوبی چین کره شمالیه که ترکیه قطر آلمان اسپانیا هم داشتیم اسپانیا ندرلند همه جای دنیا رو فکر کنم داشتیم فکر کنم تو اروپا خیلی داشتیم تو کانادا تقریبا همه جا از هلیفکس هم داشتیم توی بیشتر این کشور کجا بود کانادا آمریکا احتمالا بیشترینش آمریکا بود بعدش کانادا بود بعدش نایس ولی بله خب دیگه بله دفعه بله بعدی و... ببین داریم سعی میکنیم یعنی کار آسونی نیست یعنی یه چند نفر آدم میخواد که فوکس تمام وقتشون روی آه 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 یه جابه. یه سری داشتی تموم شد الان باید بار بعدی بیاد م... ما هیچی و همه چی پری اوردر بود یعنی هر کسی ما سایت رو واس کردیم پری اوردر هر کسی هر چی میذاش بعد از یه هفته بستیمش بعد که مجردیم. الان آن 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 باش آنگوینگ دیگه الان آنگوینگ آن 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 داریم آن. یعنی ما الان رسیدیم به یه ایکولیبریومی که میتونیم آنگوینگ رو داشته باشیم آره دوباره وبسایت الان باز شده برای آن یه, آن یه تعدادی از ببین خب اوك. اسمش روشه دیگه آنلاین استوره یعنی یه مغازه است ولی فقط آنلاینه یعنی آره. همون کارا رو باید کارهایی که یه مغازه داره انجام ب... انجام بدین آره آخه تا یه حدی هم بیشتر دیگه به خاطر اینکه اگه مغازه بود طرف میاد ازت میخره میبره خودش تو باید فکر شیپینگ هم باشی بعد ما مثلا شکلات داشتیم شیپ میکردیم بعد یه کاری کنیم میره قطر آب نشده باشه همه چیکار همه بسامون ترمال بود همه مثلا شکلات ها رو برای اینکه نشکنه توی پاکت گذا توی جعبه رو دستی خود کرد. خود هم خودت کردی من خودم که نه برای یه تیمی بود ولی همه اینا باید پلان میشد میگم جعبه درست بشه کات بخوره آره بخوره جعبه ها درست بود ما میگم همه چیش کاستوم بود همشون هند ریتن کارت داشتن توشون اون باحال بود خیلی بعد آه، چیز آه، رپ شده بودن همش استیکرای خودمون بود میگم صفر تا صدش برای چیز بود دیگه من فکر میکردم که باز وبسایت یا یعنی، و میشه که از اوردر داد ام. بعد دقیقا شما بستین آره. و بعد به من گفتی که بستین وبسایت رو دیگه نمیشد اوردر داد. آره. که از وبسایت اوردر بذارم اون ست. میشه ما بیایم جنس خودمون رو همینجا پیکاپ کنیم شما دلیور نکنید یا شیپ نکنی. خوشحال میشم <applause> آها ب... آه بعد ما مثلا فری شیپینگ برای اوردرای بالای 100 دلار بعد اونم داست اون. خیلی خیلی شیپینگ خیلی زگرونیه یخ رو درست کرد این همون بود که همه گفتم کیه صداش عجیب نبود تو که هدفون رو گوشه نیست مثلا خوابیدی سه صبح دفعه اول بعد اون موقعی که اتفاق مثلا خونه پر رو من فکرم یکی زیزی رو زمین هل داد این یعنی این زبط نمی اوکیه دکمه شو بزن داره روی اون زبط میشه اوکی بزن ز... قرمزه رو اوکی معمولا اون you know تازه زبط کرد <laughs> اوکیه داره به اون ورود میکنه سیمش خوب. خوب. شما چه خبر من خیلی حرف زدم فکر کنم اول اپیزود من خیلی حرف دارم برای گفتن برای <laughs> <فراحنی> همین <laughs> بود خوب. که دوستان گفتن باید باشید نه خب من حرف شما هم حرف دارید خب من فقط به بدو... نذاشتم شما سلام کنید حتا شروع کردم یو حرف زدم بگو ببینم چه خبر خیلی خیلی وقت دور بودیم از میکروفون کمی نه جدی آقا چرا <تصفح این یارو همه جا هست الان من دوست ندارم من دوست ندارم من دعوتش کردن اینو یکی تحلیل جالبی رفته بود که تحلیل رو بگو برام نوشته بود که مثلا اینو آورده بودن که راجع یه بحث مهمی صحبت کنه دیگه حضور زنان توی استادیوم فوتبال این مثلا واقعا آره دیگه اینا آورده بودن این مخالف بود اونورم اون آقایی که الان اسمش یادم نیست قدیم تو فدراسیون فوتسال و اینا بود اون مثلا موافق قضیه بود بعد اینا آوردن دیدن که خب خیلی دیگه خنده‌دار شد و کلی میم و اینا ازش ساختن گفتن خب مثلا این دلغک خوبیه دیگه آره دیگه اینو ببرین جای دیگه ملت رو سرگرم نگه داریم بردنش اونجا قیافش رو درست کردن شد احمد خطر ولی اپریشیت میکنم که قیافش رو درست کرد نه من اپریشیت میکنم من تو همون قیافه کسیف و زیاد خب ببینید طرز فکرش با قیافش رو موقع میخوند الان نمیخونه آراز. ولی خب من اپریشیت میکنم که به قیافه و ظاهر یکی اینا در جمهوری به شعور مخاطب تو ایران انجام میشه مثلا یه آدمی مثل فردوسی پور رو مثلا در اون ساعت باید بشینه بیرون بعد یه همچین علاقایی مثلا بیان راجب مساله بعد اون که خیلی وقت از اون از اون, اون گذشتی آره <تصفح> مثلا حرفایی <تصفح> که میداد دیگه چیپترین چیپ ترین مطالبی که شما اینستاگرام میبینیدم چی شما رو میگفت رگو چیپ ترین مطالبی که شما نه من بعد دیدن خوب جواب داده دیگه آوردنش ولی کلا دیشب داشتم با صحبت میکردم منم همینطور تو خب خب بعد صحبت همین شد که این یه فرهنگ فرهنگی هست که آزار میداد اما این اینه که یه چیزی که جواب میده میفتن دنبالش حالا اون که سیستم بود ولی مثلا مردمم هم همین جور هن. دنبال مثلا چه میدونم اینستاگرام داشتن ویدیو رقص گذاشتن جوابه همه دیگه دارن تو اینستاگرام میرقصن همه یه پرده بینشونه آره مثلا از اون ویدیو رو آره چیه ها الان بلایند ایت خیلی دیگه مثلا این آقای بود که شمالی بود میرخصید و آره. آره مثلا توی آره. آره. بازه ای همه جا بود دیگه او. او. بعد بعدم که حالا این اتفاقه همین او, او رو داریم آره وایرال شدن همین همه جا همینطوریه دیزنات سو یادت نمیاد دیزنات آره. <laughs> دیز <laughs> ولی حالا بحث اینستاگرام شده یه پسر هست من خیلی ویدیو دوست دارم ایرانه اسمش مهیار حسنه فکر کنم آره آره دیده باشید ویدیوش خیلی کمدی خوبی داره و تو ویدیوهاش هم کمدیه هم تبلیغ میکنه در این حال هم تیکه میندازه هم این آه. نرمایی که تو فرهنگ اینونی ای که رفته میگه منوی آره کافی آره. شاپ اینا رو آره, آره. دیالوگ تراپیست های آره, حبید. آره اون باله انتی بلاگرز رو میگی؟ نه نه بگید. نه, نه. نه. من خود رو گرفتن ایشون. گرفتن؟ ببینم بزی... آ شاید توی اینستاگرام دیده باشم آره, آره, آره. این باله با آره. آره. ببین من مقدار تایمی که رو اینستاگرام میگذرنم تقوان صفر شده باریکن اصلا ببین دیگه نمیتونم اصلا روی گوشی اصلا وقت نمی کنم روی گوشی باشم خیلی باحالی یعنی میفهمم که قبلا زندگی مشکل داشت که خیلی روی اینستاگرام بودم الان اینطوری که واقعا شب ده دقیقه خونه بعدش میخوام یه تو اون چیزا رو دیدی اون بازی رو دیدی یه دونه لیوان میزنن زیر یه شیر باید پرش کنن بعد هر کسی بعد میشه آها چرا با چرا بس چرا, بس چرا, آه، چرا آه، ریز کنه تو،, تو, تو لب ریزش کنه تیر <تصفح> <تصفح> <شمای. تصفح> آخر فرزاد آره این چند روز پیش بود توی گروه تلگرامی که داریم سلام میکنم به بچه ها که قرار دو دوتا عکس گذاشتم از یکی از اپیزود آخر و گفتم میم بسازید و واقعا بچه ها خیلی شاهکار کرد چطور شد آره یه میما یه ذره سر رفته بود سر کار رفتم تو گروه دیدم میخواستن یه توتعی بکنن بچه های گروه من اینو چی؟ میخواستن اتک کنن به تو کامنت های اینستاگرام میان انگار اسپم میکنن و که چی؟ این که اینکه اپیزود بدید بیرون <تصفح> من واقعیتش رو بهتون بگم <تصفح> <تصفح> نوتیفیکیشن های همه سوشال میدیان بسته بله گو, گو ام... هم به قول خواهیزی <تصفح> آره اون خیلی باحال بود شما ها تو بسته؟ آره من همه تو کامنت ها ولی من تو میاد نوتیفیکیشن میاد کامنت بذارن؟ لا. نه اکانت خود نه آشو. اینستاگرام نه آره شاید خود اکانت رو بستیم شاید من آره. ممکنه که نه اخو فکر کنم روی اون اکانت نباشی نمیاد آه این هم هست چرا چرا میاد اونم فکر کنم من از ته بستم اینم هم هست. آره منم خود اپو بستم <تصفح> <تصفح> اتفاقا یه پد... خود... دونه میم همین بود نوشتم فرزاد سره سر رفته ما رو را... آره خیلی خوب بود یعنی میما خیلی باحال بود حالا نه چند میتونیم میتونی بگیم بدازن پایین من نه نه میتونیم بگیم میفرسن باسن اه... بعد چیزی که برای من جالب بود این بود که تلا... آقا میلا آقا می ایمان رو <تصفح> <تصفح> که مینداختن بعد میساختن بچه ها مثلا چرا یه نکته ای توی یه آه اپیزود آه خیلی باید. دوری گفته شده بعد بچه‌ها یادش میره میره اونو میزن خیلی باحال به قران جرئت ندارم دیگه یعنی اصلا یه چیزی بگم میترسم علی اصغر علی اصغر رو, رو کنه همین شده, اون اپیزودی بود که آقا قران شرف ما رو نبرید تو رو خدا من التماس میکن. ما اولویه قرار بود بخوریم بله دیگه اولویه توافیه <تص> دور اولوی مرغ تواف شده بود مثلا این بود که قیافه من فقط لبخند بریم اولوبیا بخوریم بعد توش مرغ مثلا <تصفح> <تصفح> این مال کیه مال وقتی که خونه قبلی تو زبط زب زب میکردیم یه بعد از ظهری بود <تصفح> نینی کی بود موقع جوون بودیم دقیقا چه شبی بود دقیقا میدونم اپیزودش چی بود چی داشتیم آها آره 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 دیست میکردیم آره 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 داشتیم <اوز> اون اپیزود بود جدی میفهم بود, شب بود. من مزجور شدم با زمان ایمار شده که آره من قصد داشتم, داشتم اینجوری <اوز> شد ولی حالا بحث بچه های خودکسته من خواستم همه تشکری بکنم از کی؟ از همه افرادی که خود رو میبینن یا میشنون او او یه یکی دوتا اپیزود بود که کامنت هایی که میذاشتن خیلی لطف داشتن مثلا به من و کامنت های باحالی بود ولی خوش بیزا تشکر آره، بعد <applause> نشده با تشکر کنم ولی در که گفتم این بود که اون اون تایم حالم خوب نبود حال روحیم زیاد خوب نبود با اینکه حالا نشونم نمیدادم بعد این کامنت ها رو میخوندم و کامنت ها خیلی باحالی بود دیگه مثلا بعد حالت خوب بشه و اینا ولی مثل مثلا روزنامه وار میخوندم کامنت ها رو کامنت هایی که در مورد خودم بود و اذیت هم میکرد که حالم خوب نیست که با این کامنت ها حال کنم خیلی به این ولی اینو حواسم بود خلاصه گذشت یه تایمی و حالا یه سری اتفاقات افتاده سری حرفایی من زدم با کسی و این داستان حالم بهتر شد توی این مثلا خود. چند هفته اخیر دوباره رفتم کامنت ها رو خوندم و اون حال خوبه که دنبالش بودم اومد سراغم <applause> که قبلا هم بوده اون تجربه و باز میگم تشکر میکنم حالا پوینت حرفم اینه که چیزی که بهش فکر کردم وقتی که دوباره اون حال خوبه اومد سراغم اینه که این تایمه میگذره وقتی که حالت یه دورانی خوب نیست یه ذره هم حتی بهش میپردازی اون تایم رو پشت سر میذاری و یه تایم میرسه که نگاه میکنی میگی او چقدر خوب شد که گذشت و اون مرحله اون بحرانه رو طی کردی اینو گفتم چون یکی همچین کامنتی گذاشته بود تو همون وقتی که میما رو اینا رو میذاشتن می و خیلی هم فعال بود میمای خنده می‌ذاشت میذاشت ولی مثلا گفت که من الان حالم خیلی حال روحیم خوب نیست حالا به هر دلیلی ولی دارم هی hey, میم خنده می این, این یادمون افتادم خواستم بگم که گفتم یه بار دیگه اه. اه. اون کتاب یه جوری دارم کتاب د You رو پروموت میکنم همه جا انگار بابام نوشته آره اه. یه جاش فکر کنم تو یکی از اپیزودها گفتم گفتم کتاب میگه که این کوهی که الان داری ازش بالا میری یه موقع توی آینه عقبت نگاه میکنی و انقدر هم. کوچیکه که اصلا انقدر این... اصلا انقدر غیر قابل اصلا بهش فکر نمی کنی دیگه که کوچیک شده ولی موقعی که داری ازش بالا میری انقدر برات سخته و انقدر فکر کنی تمام دنیا گرفته و تمام زندگی تو تحت تاثیر قرار داده برای همین نگران نباشین حالا در راسته حرف تو اون روز بحثش بود دیگه ما زیاد مثلا حالا زیاد یه تعدادی کامنت میاد که آدما میگن مثلا توی دوران دپرشنی که داشتن <تصفح> <تصفح> توی فشار روحی مثلا خودکسی خیلی بهشون کمک حس میکردن مثلا دوستای صمیمیشون دورشونن بعد بحث این بود که ما مثلا امیگریشن موجر... موجر... آره،, موجر... آره, تو مهاجرت هم خیلی هم میگن مثلا اون تنهایی اول مهاجرت و اینا بعد ما اینجوری بودیم که خب ما این کامنتار رو میخونیم بعد خب خوبه که یه همچین تاثیری داره این داستان ولی بعد قضیه اینه که این تاثیر رو خود ما نداشته <تصفيق> <تصفيق> که ما بگیم خب که مثلا ما اومدیم اینجا یه صحبتی کردیم اون دپرشن حال از ما فاصله گرفت یا شرایط اون بهتر این تاثیر رو بقیه داشتیم ولی رو خودمون نداشتیم خب رو خودمون که قاعدتا نداشتیم ولی من با پادکست دیگه بوده که خیلی اون موقع خیلی من پادکست گوش میدارم من استرالیا که بودم چهار ساعت هر روز با می میومدم دیگه و دو ساعت میرفتم خصوص. با اتوبوس دو ساعت برمیگشتم تمام مدت داشتم پادکست گوش میدادم <متحد> و الان که دارم نگاه میکنم واقعا پادکست فرشید منافی بود اون موقع خیلی گوش میدادم و بقیه خارجی بود ولی برای من داشته حالا خود خود خیلی وقتا بوده که حال منو خیلی خوب کرده تراپی بود جدی میفرمایی پروسه اومدن ضبط کردن تا ریلیسش یه حس خوبی همیشه آقا اپیزودی که با گل لازم تو اون بازه خیلی برام جالب بود چون حس می‌کردم اصلا ما مفیدیم توی اون بازه زمان اپیزودی که توی ساختمون خودمون بود خیلی اون <تصفح> آره کارون این گاردرا هنوز داره نسبت به اپیزودهای اینطوری نه نه تو ساختمون بخاطر اینکه ساختمون <تصفح> <تصفح> لوکیشنش هم خیلی مهمه فضای ذهنی عوض آره شه که ما اینجا حالا یه مدت ایمان چیز میشه پنج جلسه بعدم ایمان اگه منظوری از چیز هست بگو که چی اینجا زب میکنیم من خودم گفتم بیا اینجا زب نه میدونم خب اونم کارون پیشنهاد داده نه تصمیم گیری بعد جلسه انجام میشه که بمونیم یا بریم حالا ببینیم ببینیم بذار مهمونا برن ببینیم ویوهای این <applause> ببین تعداد کامنت ها این ویدیو چی میشه تا من یه قسمت باج به کفتار نداده دارم ولی حالا بقیه صحبت کنم بعد صبح من میگم آره تو شما چه خبر آره میگم اون... تو باج به نه حالا من, شا... من میگم شما چیزی بگید نه گفتم اینجا باز میگم ایما جان میگم شکوایم دارم اتفاقا از چی شکوایه دارم شکوایه کی از مردم از آها از مردم از ما نمیتونی داشته باشی حالا چرا نتونم بفهم میتونم شک به داشته باشم نمیدونم چه جوری بگم نه گفتم از تو گوزم داشی می از کی شاکی ببین نمیدونم از کی شاکی باشم از ایران شاکی باشم از ترودو شاکی باشم از ولش آره. اون روز داشتم با سپر صحبت میکردم اتفاقا میگفتش که آره کسایی که الان مهاجرت میکنن خیلی براشون آسون و خیلی مثلا اتفاقا آره, تو همین راست بهش گفتم ببین ما سوروایور مهاجرتیم یعنی منی که 16 سال اینجا بودم لیترلی سوروایورم سب کن چرا میگه براشون راحته؟ ببین. ببین ما 2008 اومدیم یک کشکول بود اینجا یعنی میگه کامیونیتی خوبی داریم الان خود ایرانی ساخته شده الان آه. منابع آه. و اینا رو میگه ولی خب بازم یعنی... سختی مهاجرتو مهاجرت رو کم نمیکنه بابا الان همه چیز گرونتر شرایط کار و اینا احتمالاً بعد 2008 که بحران اقتصادی ما اومدیم نه اون بحثش کود بود دیگه. الان باز مثلا رو خیلی گرونه الان گرونی وحشت البته میدونی که کسایی که 2008 اومدن و ذره ادوایس های بهتری گرفتن اون موقع خب ایران که با رکود اقتصادی زیاد نه اون موقع خوبه ایران بود کاری نه اون موقع خیلی خوب بود یعنی اون موقع که ما می اومدیم آره. تومن پایین بود مثلا من دولار. یادم بود. ما تومن بالا, تومن بالا بود دلار پایین بود من یادم ما اونم 206 داشت ما این 206 فروختیم فکر کنم 18 میلیون خوب 206 بوده 206 تیپ 6 میگم آره 18000 دلار آره شو 18 هیج... آره شو 18000 دلار نقره ای بعد دلار کنه 1000 نه کمتر هزار بود 900 و آره دیره بود دیره. من یادمه آره که ما مثلا اون موقع که فروختیم اون ماشین ها اگر که به ما میگفتن که شما میتونید با یه ذره پول بیشتر مثلا برید داون پیمنت بدیم و یه خونه بخرید خیلی آه. منطقی میشد دیگه اون موقع خونه من یادمه ما میرفتیم میدیدیم خونه های تاون هاوسی دروبر سی هزار دلار سی ست سی, دلار خونه خوب نه خوب بذار نه نه بذار واقعی چه بگم اون موقع ما فکر میکردیم که نه ما باید بریم مثلا ویلایی آره عجیب غریب بخریم و میری کانسپت خونه ها اینجا خیلی متفاوته با ایران به خاطر که اصلا معماریش متفاوته تو ایران سالون بزرگ یه تیکه بود یعنی کل خونه کل خونه یه بود و اتاقا خیلی مثلا گوشه. اینجا به خاطر اینکه فضا کمه تو ارتفاع مثلا سه طبقه رو ساختن بعد اینکه کانسپت این بیسمنت یعنی چی بیسمنت انبار اونجا که اصلا خونه نیست اونجا که انباری محسوب میشه ولی خب میگم ذهنیت اون اشتباه بود دیگه موقعی که اومده بودیم فکر میکردیم که بعد یه کار دیگه بکنیم و اون دوران گذشت خدا آره حالا خلاصه شکفایی که دارم خیلی اصلا بزرگه یعنی حس میکنم میتونه یه اپیزود باشه واسه خودش عجب. ولی خب ب... <تصح> عجب که ایمان گفت تات بود این بعد خوش بود عجب <تصفكت> چی شده تو میخوای اپیزود بری نه نمیخواد بره دیگه الان میخواد اسپویلش کنه دیگه بگو دور دور میشه شماره دو دور میشه اون دور میزن دارم دیگه به واسطه کار خب ما خیلی اقشار مختلف رو میبینیم که دارن مهاجرت میکنن و اخشار درسته؟ اخشار اقشار مختلف بله دا مختلفی دارن میان و با سطح های مالی مختلف با دیدگاه های مختلف با انتظارات مختلف و خب به مشکلاتی هم که اینجا میخورن و انتظاراتی هم که دارن و برآورده نمیشه و به درموندگی هایی که میخورن و به داستانایی که میرسه اینا ناراحت کننده میشه شما میبینید اینا آره رو خیلی زیاد <applause> آره میبینیم بعد خب واقعا کاری از دستمون بر نمیاد حالا ما توی پروسه ای مثلا همراهشون بودیم اون نیاز مالیشون و اون جابجایی پولی که میخواستن انجام بدن و انجام دادیم و اینا بعد خب یه اعتمادی شکل میگیره یعنی طرف میونه اوکی یکی هست مثلا کانادا که رفتم و اینا میتونم بهش زنگ بزنن بعد میان اینجا مثلا دو سه گذشته <applause> آره خب هی تماس میگن خب واقعا چیز دی اون حس درموندگی است میان اینجا هیچ ندارن یا مثلا وکیل مهاجرتی هم که اردتشون شانسکی اینا مثلا پروندهشون درست شده چون خیلی ها واقعا واجد شرایط نبودن یعنی ام. وقتی تعریف میکنه طرف مثلا ما حرف میزنه میگم تو واقعا مثلا لاتاریوار یا مثلا ام. یه جور عجیب غریب پروندت برده اومدی بعد میان اومدن اینجا مثلا حالا یه سری ها که میگم انتظاراتشون خیلی بالاست زنگ میزنه مثلا یا من دنبال مثلا یه کاری هم که مینیمم 6 7 هزار تا بسن تا میگی تکس و اینا ازش کم میشه بی و بیمه بیکاری و بازنشستگی اینا تازه ناراحت میشن نه من یه راه دیگه باید پیدا بکنم که این پولا رو باج ندم به دولت دنبال کارهای خیلی با درآمد بالا و پشت میزی و اینا هم. خب آره این این دیدگاه یا مثلا خیلی حساب نکردن روی اینکه خب اینجا چقدر باید درآمد داشته باشن چقدر باید چی شد داره گریه میکنه دیگه با نگرانی به کار نگاه کرد شد قرمز یه اینجوری هم که گفتم رفت نگو دیگه آخه اینو میخواستم ببین این ذهنیت خیلی وجود داره ما همه کسایی که اومدن کانادا و یه مقدار سال خوبیه که پنج سال به بالا هستن با یه بدبختی تو تو بیسمنت زندگی میکردی یه مدت یه جا با هزار بدبختی میرفتی میومدی ما ه... هم... میگم یعنی هممون اونو پشت سر گذاشتیم من خب میدونی بعدی چیه خیلی از اینا که باشون حرف میزنم این, این برداشت میکنم یا میگن میگن آقا اون اینستاگرام این عصبانیت از اینستاگرام این اینستاگرامی که ما میدیدیم این یوتیوبایی که میدیدن این مثلا تبلیغایی که تو ماهواره میکردن این نبود یعنی واقعا طرف خودش و خانواده‌اش و بعضا با بچه‌هاشون پلن و اینجوری چیده که اوکی اینو من تو اینستاگرام دیدم تو این ریلز دیدم میریم ون... کانادا اینطوریه و همه مثلا انتظارشون از کانادا اومدن ونکوور و تو ونکوورم هم نورث وست یعنی مثلا من شهر کوکیتلام میگم یارو اینجوری مثلا بهم نگاه میکنه که کوکیتلام کجاست اونجا تو چی که... آره مثلا هومه. هومه است <تصفح> مثلا میگی خب میتونی بری دورتر باشی مثلا نمیدونم از ونکوور حالا به سمت شرق یا غرب بری قیمت تو مناسب تره به غرب که خیلی نمیتونید برید خود به آب آره راست میگم مثلا بیشتر اونجا هم یه بوت میگیری میافتی توش دیگه همونجا زندگی میکنی آب به شرق بیشتر راست میگه و اونا هم از اون طرف میگن نه اونجا که اصلا شهر نیست م. یعنی یه کلاف سردرگم سر عجیب غریبیه و هر کم یه داستانی داره هر کم یه بعض اونور میخوای بیای تو چرا هم ناراحتی خب ناراحتم دیگه خب چرا باید ما ایرانی اینقدر همه سردرگم باشیم اینقدر همه بخوان به هر دلیلی فرار کنن بیان بیاد دیگه دوست داشته بیاد نه خیلی ب... دوست ندارن دوست نداشتن بیان خیلی اینطوری بودن که ما فرش مثلا واقعا فرش زیر پامون رو فروختیم که فرار کنیم از اونجا بیایم بیرون همین از اونجا بیایم پس دوست داشتن بیان دیگه یعنی بازم علاقه طرف بوده نیستن اومده نه دیگه من که مجبوره بیان. آره یعنی واقعا هم خیلی مجبورن بیان آره بعد بلن. اوکی هستی که اینا میان اینا رو بهت میگن مثلا این میگن چون تازگی تازگی با یه مفهومی آشنا شدم به نام تراما دامپ یعنی وقتی که مثلا نشستی آره پلیز do that آره بعد همینجوری یکی میاد نه وقتایی هم هست که به خود طرف رو نمیشناسی زیاد یه بار مثلا دیدیش توی آره. یه جایی میاد میشینه از بدترین اتفاقات زندگیش میگه و تو هم نخواستی مثلا که این, آره. این, کار رو کنه نه زیاد اتفاق میفته یعنی میخوام بگم بعضی موقع حس میکنی که کاش نگه آره آره کار ما این نیست که مشاوره مهاجرت خب. یه سری ها هستن آه. که اینجا مهاجرت نه کسایی که به تازه واردا مهاجرای تازه وارد کمک میکنن که حالا اون مسیر اولیهشون راحت‌تر طی بشه به اونا بعد آقا الان خیلی یعنی الان تو هر جای بری ایرانی هست بانکاری با که ایرانی‌ها دارن میچرخونن می تقریباً تمام سوپرمارکت های ایرانی و خارجی و ایرانی ها دارن میچرخونن تو. تو این منطقه شمال دیگه شمال همون جایی, جایی همه هم جا جا. که همه میخوان بیان دیگه او هر جا دندون پزشک که همه ایرانیه. دندون پزشک که همه ایرانیه. پزشک ماشینا که اکثرا ایرانیه. بعد من میخواستم بیمه رو تمدید کنم یه ایمیلی گفت ایمیل بزن من ایمیل زدم. بعد من امروز مثلا همون شب تو میتینگ و اینا بود یکی چند بار زنگ زده بود و بعد وایسو گوش دادم یه خانومی بود خب معلوم بود ایرانی بود مثلا تو انگلیسی توضیح میداد که مثلا فلان چیزو بفرست و اینا بعد آخرش هم گفت اگه میخوای با فارسی صحبت کنم من بگو بیمه هم که ایرانی بیمه های ایرانی تو همه میگم الان واقعیت اینه که اگر که تو بخوای راه بیفتی به عنوان یک Highway> یک مهاجر تازه کار خیلی را... خیلی دستت بازه تا میگم مثلا ما موقعی که اومدیم یه دونه افرا بود یعنی پرشیا و اینا که هنوز اصلا باز نشده بود یه دونه کشکول یعنی به ما میگفتن اگه نون بخوایم این از اینجا میگیریم غذایی آره هم اینجاست و همش هم تو پمبرتون بقیه جاها اتفاق خاصی. یه شینی سرای لاله هم بود فکر میکنم ام. موقع که ما اومده بودیم آره. و فقط همین بود یعنی ما هر جایی که میرفتیم باید انگلیسی صحبت میکردیم تو مدرسه هم اونقدر ایرانی, ایرانی, ایرانی نبود. نبود حتی آره یعنی ما اون قشر مهاجر اولیه فکر کنم ماها بودیم که یعنی ما اولیه نه آره. آره از اون موقع زیاد شد بعد از ماها خ... یعنی دیگه روون تر شد که اومدن یعنی من یادمه سال اول دوممون شاید اونقدر ایرانی نبود ولی بعدش همینطوری میدیدیم که ایرانی دارن میان آره الان به عنوان یک مهاجر خیلی امکانات یعنی زبان دیگه سیزت نمیکنه نگهت نمیداره آره برای انجام دادن کار زبان نیاز داری ها. آره اگر که بخوای تو اینجا زندگی بکنی زبان رو نیاز داری ولی اینطوری نیست که حتما باید اگه زبان بلد نباشی یکی همرات بیاد میدونی اونقدر نیاز به یه شخص سومی نداری یه فرادم بگم بگو حتما فرادش فراد اصلا, اصلا سکشن شما بفرمایید قربان اصلا عزیزانی که تازه اومدن خب بله یه, یه خونواده اینا اومدن دیدن که اینجا گواهی نامه گرفتن سخته به نسبت باید خب امتحان این نامه بدیم الحمدلله نامه یکم سخته اگه زبان بلد نباشی چون فارسی هم خیلی روان نیست ولی خب اینجا سخت دیگه نخونی کتاب رو راحت نیست بعد امتحان شهرش هم سخته به نسبت بله بعد اینا اینا <تصفح> خو... جمع شده یعنی سه ماه سفرهشون جمع شده و اصن... یعنی چی صفرشون؟ صفرشون؟ حالا میگم بهتون آه. اینا آمده بودن باگ یکی از مراکزی که امتحان شهر میگرفته رو پیدا کرده بودن رفته بودن دوربینا بودن معلم‌ها رو زیر نظر گرفته بودن اون ممتحنا رو زیر نظر گرفته بودن تونسته بودن یه جوری خودشون رو جای اون امتحان, امتحان ده... کسایی که قبل امتحان بدن جا بزنن What? و مثلا, مثلا نفری فکر کنم بین 1500 تا 3000 دلار میگرفتن نفر واسه تو کلاس 5 فایو میگرفتن یا حالا اگه ان میخواستی ان میگرفتن <applause> بعد یه جایی یکی از این کارمندای اون آی سی بی سی میفهمه میبینه که آقا من اینا قبلا دیده خیلی اینا رو دیدم <تصفح> و هر دفعه اینا به بهونه میگفتن اومدی مثلا کمک کنیم فلانی م... ام... چیزشو ایرانش رو تبدیل بکنه اومدی مثلا یه کار دیگه بکنیم بی سی دی اومدیم بگیریم بعد پا وای میسته و اینا میره همه مثلا گواهینام نه نه این ام... فوتجی که بوده این تصویرایی ای که ضبط شده مدار آره. رو. توسط مثلا آره مدیرش میکشن بیرون رو میبینن و اینا میبینن بله اینا قشنگ میان اصلا تو همون حیات <تصفح> آی سی بی سی هماهنگ میکنن و کارت میدن و میگیرن و میره میشینه تو ماشین و کش و میشماره و میاد امتحان میده آینامه ای ب... یا میرونه میرونن و امتحان پاس میشن ف... اه... نمیدونم چه عددی که اینا متهم شدن و جریمه شدن چقدره ولی دیگه خیلی گندش در اومد و بهشون هم چیز دادن کریمینال چارج دادن صد درصد کریمینال سفرهشون پس و تازه وارد اینا اینا خودشون یک سال نبود اومده بودن خیلی اینا آنچوفن یه سالی چیزی رو پیدا کردن زن و شوهر یک سال نیست با. اومده با. بودن ولی بار و بسن <تصفح> و آره میگفت نزدیک 20 تا گواهینامه گرفته بودن اینا خوبه ما 30000 دلار اون بد نیست بریم ماهی یه دونم که انجام بدیم 1500 دل بره هم من همین که الان تو داشتی میگفتی یه نفر رو از چنلمون هاید کردم چرا چی شده باج حال نکردم واقعیت چه دا ایما میاد تو چنل همینی که هست از دیگه همین هم نیست با داس میاد جلو آره خب تو چه خبر کارون چیکاره کردی؟ توی چی نگفتی خیلی سکوت کردی و دیگه چرخی تا با من برسی بفرمی من هیچی کار زیاد امروز قرار بود زبط کنی بچه ها سو پرسیدن که که بعد من اینجوری خب مثلا کارو تا شیشی شدیم جمع کنیم یه هفت و هم هم گفتن هفت خوبه و اینا بعد قرار بود هفت من اینجا باشم ساعت دو مایه آها بعد من دیده بودم که خب من امروز اصرم میتینگ ندارم قرار بود برم مثلا به آفیس یکی از بچه هم یه سری بزنم بعد چی ساعت دو رفتیم یه میتینگی یه کی اومده بود یه سری مثلا درخواست داشت میخواست یه سری کار انجام بشه و اینا میگفتش که مثلا شما قبلا هم یه مدلی ترین کرده بودید روی همین دیتا دیگه راحته دیگه مثلا اینو بدید ما فردا ببریم بعد من رفتم براشون توضیح دادم که اینجوری نیست اینجوری کار نمیکنه زمان میبره تاسک با تاسک فرق داره آه. اصلا به این راحتی نیست ما اصلا هیچ قولی نمیدیم که کار کنه و اینا بعد دیگه ما خلاصا الان نشستیم سعی کنیم ببینیم که این مدل رو ما میتونیم در بیاریم یا بعد من یه دیدم ساعت شد که کی بهتون تکست دادم پنج و نیمینا بود فکر کنم پنج و بود من هنوز داشتم من یعنی آنلاین تو میتینگ بودیم داشتیم یه چیز رو دیباگ میکردیم باید. پنج و, سی و شیش. پنج و, و آره. بهتون تکست دادم که خب مثلا امشب احتمالا نمیتونم بعد میخواستم بگم که شما خودتون بیایید ضبط کنید <متصفح> بعد یه یادم افتاد که اصلا تمام این میکروفون ها اینا خونه منه پس اون کارم نمیتونست بکنین که بعد ایمان گفتش که حالا اگه هنوز بقیه پایان بیان اینجا دور هم باشی من اینجوری بودم که این ایده خوبیه اگه دورم باشیم باشی من اگه کارم بالاخره تمام شد میام شاید به یه ضبطی رسیدم و اینا الحمدلله آره بعد ساعت شد دونم پنج و چلو دقیقه بعد ما به یه کلاهی رسیده بودیم که اصلا کار جلو نمیرفت فقط به کلاه بله بله یه ساره چی حالا بعدم براتون تخصصی دو بخشیه احا. که دو بخش دومش کلا به یه کلاهی برخورده بودیم که این اصلا کار جلو نمی رفت بعد این همکارم هم بود که ببین من دیگه برم خونه مثلا بیچاره تو آفیس بود آمریکا او. گفتش که من دیگه برم خونه گوشم درد گرفت انقدر هدفون رو گوشم هاید. اینو که داش میگو من دیگه به شما تکس دارم که نه من میام چون فکر کار امشب انجام من گفتم بیام زبط انجام بدم برگردم خونه ادامه کار و اینکه اینو گفتش یه لحظه بهش قبل اینکه تو بری بذاری فلان چیزا رو تست کنیم شاید جواب داد که ما زدیم فلان چیز رو تست کردیم و اون کلاهه برطرف شد جواب و ما جواب اولیه‌ای کار دو بخش داشت ما جواب رو گرفته بودیم جواب اولیه رو ما قول داده بودیم که تا فردا میرسونیم بخش دوم دو گفتیم اصلا هیچ گارانتی نیست ما حالا نگاه میکنیم اگه شد شد نشد دیگه به ما ربطی نداره اینا. اینجا مثلا ش... ساعت شده 6 و پنجان. حاین دقیقه بخش اول انجام شد ما خوشحال شدیم مثلا به منیجر گفتیم اولیش انجام شد و اینا بعد اون حالا این سری اینجوری بود که میخوای حالا دومیش هم تست کنی گفتم آره بعد نیست مثلا بذار مثلا کارش انجام بدیم جابره لانچ کنی فکر میکنیم مثلا چند ساعت طول میکشه ترین بشه و اینا گفتم بذار لانچ کنیم دیگه شب میریم چک میکنی یا فردا صبح <تصفح> که اونو زدیم اونم سریع انجام شد یه ریزالت خوبی هم رو اون ما گرفتیم و مثلا به من چه گفتی بودم کلی عشق کرده بود یه مثلا دو تا شیش و نه دو تا پنج و مثلا چلو هفتش دقیقه هیچی بعد از اونجا به بعد یه ها... شما خستش کردی دیگه از دو خستش کردی دیگه شیش آره دا. دیگه من تا شیش و سی و شیش هفته دقیقه با این تو میتینگ بودم بعد هم دیگه جمع کردم انرژی خودکست اومده چهار اومد ساعتی در. نرمش کرده بعد دیگه چرمش آره و اومدم اینجا میخواستم روی این اول ایمان یه درازی بکشم تو بچه ها ستاپ میکنن چون من خیلی آدمی هم که ست تو ستاپ کمک میکنم برای نزاشتی که سریکو بیا بشین شروع کنیم <تص> درست یه موزم خوردی ولی یه موز یه موز برداشت قرما می‌خواستم با तい... نمک ببخشید قرما قرما نه دیگه موز خوردی یعنی نمک رو رو خورما؟ نه بابا روزش با خورما نمک بزرگان باز می‌کرد که بالانس نون و نمک خورما خورما اگه بود دیگه عالی بود میگن نون و نمکو جور این نان من واقعا نون و نمک خوردم چرا <تصفح> 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 <تص چیز دیگه این نبود خب نمک نمیریخت نه خوبه دیگه نه نمک فشار میاره بالا تنظیمش میدونم که کربوهیدرات دیگه تو با علم اینکه فشار تنظیم نه نه با اینکه نون زیاد باز خوبی نمیداد نمک میذا اگه نون تازه باشه چرا میشه خالی خورد نه ولی نون و نمک هم میشه دیگه ولی نون لواش باید باشه دیگه نون سنگک اینا نمیشه واقعا نمیشون. بعد باریک باشه که بتونی بجوی بدیش پایین داره بعد چقدر نمک داریم حرف میزنی نه ذره میزنی روی لغمه میخوری بعد داره داری یه دیگه میزنی لقمه میخوری من نون شکر خوردم ولی نمک آخر اصلا اصطلاح نون و نمکتون رو خوردی باشه نونو خوردی نمک هم برنج بوده نه خورش بوده اصلا امروز دیگه سفرهشون پر همین نصف ایران یا دیابت, دیابت دارن, دیابت دارن، <applause> یا فشار خون نون نمک اونا دیگه ندارن تو صفحه این دو <applause> آره من من واقعا فکر کنم قند گرفتم اجی من انقدر شکلات بسن... نخور نمیخورم بابا شکلات چیه دانمارکی خیلی <تصفح> <تصفح> بابا این شیرینی دانمارکی که گرفته بودی شیرینی او... سرای کوروش خیلی دانمارکی باشه اون... خب اون باکس اون شب خوردیم اینجا بله وای من تو چند روز بعد فکرش بودم <تصفح> من صبح بعد گفتم خدا این شیرینی رو یادم رفته اینجا خوردم من, من, من سو... کجا خوردیم اینو من یه دونهش خوردم تمام من خوردم من بودم آره بودیم هم بودم خوردیم نه نمیدونم و... نه 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 بعید آره گفتی نه نمو ندادی نه با تعارفت که اتفاق من تعارف کرده چیز بودی که شیرینی نمیخورن دیگه آره تو اون فاز بودی ولی غیر خوب بود خب میدونی آدم مارکی به تق میدم دوش دان مارکی داره برو به برو به محمدی البته که دانمارک برو به صاحبش بگو بنت کنه از بغازه مثل کازینو صاحبش هم خدا خیلی خوش برخورده کروش کمپانی نه کوروش گم کنی بانیو بگو چی دریک دریک هم گذشت ما نبودیم درست من خیلی شباهت دارم بگی آقای دریک چیه جیک فیلم ازشون اون اومده فیلم نمیدونستم کی گفته سایز انگار اونجا مطرح بوده ایشون یه عکس یه ویدیویی ازشون در اومد که روی تخت بودن شما فیلم دیدین؟ دیدین؟ جدی فرمایید ما هنو نهیدیم آره. فهم... من فهم... همین فهم نگیم چقدر شما داریم ما تعریفش رو شنیدیم خالا چه جوی کچی کدیم بزرگ؟ نه میگن قابله افریج دیگه تو تو اسکیل شما تو لیگ ما افریج بودن اصلا تو گروه راجع به این قضیه حرف خدا رو خداوند هم بهشون استعداد داده هم پول داده هم امکانات داده هم همه خودش امکانات ایمان بله بستگی داره چه جوری استفاده بکنه خیلی عجیبه عجب اصلا چقدر زرد شد نه اه نه من فکر کنم راجع به این قضیه حرف زنی نه من یه اشاره نه تو گروه دید تلگرامی دید صحبت شده در مورد ری بله دریک به فارسی هم که عجیب میشه دریک. 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 آره خلاص پس تو هفته خیلی این دو هفته کلا فقط سر و... یه سریال جدید دارم میبینم شاید شنیده باشید قدیمیه The Leftovers نه. <تصفح> فکر <تصفح> کنم شنیدم حتما شنیدید مطمئن نیستم اینجوری شروع میشه که آره 2008 که اینجوری شروع میشه که یهو تو یه روز 140 میلیون نفر توی دنیا قیب میشه او اینو دیدم تو دیدی آخرشو نه 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 من سیزن یکم مینیه نه سه سیزن من هشت نو اولش بهتره نه حالا نگو دیگه نه همین چون من خیلی امیدوار چون من خیلی وقته مثلا سریال خیلی نمیگیره کانسپتش خیلی خوبه مینی اینی نیست مینیه من, بحث... <applause> من سایت <هستادت> با <سوان> دارم ببخشید خب لفت اوورز آره چیز جالبه چون تا الان که مثلا هشت نوخ اسمت دیدم هیچی نمیدونی یعنی همه <applause> چیز برات علامت سواله بعد این علامت سواله هم هی بیشتر میشه هیچ اطلاعی به تو نمیده که چه اتفاقی داره میفته اتفاق. من دوست دارم به خاطر این تو تشنه نگه میداره که بری ادامه شو چون شما وقتی یه چیزی رو بدونی دیگه مغز تو اون هیجان رو نداره عادی میشه برات خب به یه حالت سکون باطلاقتوری میرسی تو باید همیشه برات یه هیجانی باشه بزارد. که دیگه روزا شبا وقتی میام خونه دی بعد اون روز سخت یه بودی که و دیگه تو خونه نداشته باشی کارون تو اون زندگیش از سگا بوده که همیشه حرف بیرون میبینیم کانتر رو برای ایشون میداشتی یه سگ تشنه رو اول اپیزود من میخواست همیه تشکر بکنم ایما میگه از از همه کسایی که زیر اپیزود من کامنت ما چند ثانیه دیر رسیدیم کرینچ بود داستانش <applause> یه چیز زکو یه داشتم میخودم میگفت خیلی محترمانه بخواید به یکی بگید که احمقه چه جوری بگید دیدید خیلی قشنگ مینویسن میگن که افکار هوشمندانه دنبال تو دارن میدونن ولی تو با سرعت بیشتری داری فرار میکنی <applause> آخه باز اونم خودش یک کامپلیمنته که حداقل افکار نه نه افکار هوشمندانه حداقل به سمت تو میاد بعضیا هستن که برخلاف جهت تو افکار هوشمندانه دارن میدوان بهشون میرسی آره. کرینو بگو برامون کرینو بگو آره دیروز یه خبری اومد تو رادیو چون من آها دیدم من عاشق اینم که رادیو ونکوور یه چیزی ام گوش بدم آره تو ای ام 730 فقط آره نه ای ام 730 من گوش بدم all the time always oh, the importance یه این جهر سقیل خیلی بلندی هست که میبینید yeah. همیشه و همیشه تو ذهن من بود که اگه بار این بیفته چی میشه دیروز افتاد. افتاد. تو ونکوور <applause> و یه س... فکر میکنم چهار پنج ساعت تو رادیو فقط میگفت ولی نمیگفت که چی شده اونا. و اینا و... و چهار ساعت اون اون ساعتی نرین احتمال آره بسته بودن و مثلا تو کجا افتاد؟ تو محله اوکریج ونکوور آره. او اون, اون, اون ساخته اونا رو که دارم میسازن از سی طبقه سی طبقه شما یه سطل ماستم بندازی خیلی عجیب میشه نه میگم اون افتاده. افتاده نه اون باری که بابا میگه 7 می... متر رو آبم بیافت مثل آسفالت میخوام میگن. اینجا رو بگم که افتاده رو سر یکی و اون دیگه اون آره یه کشته داشته دیگه جر ثقیل بابا نه 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 بارش یه بار میگم هرچی باشه خود بار خود بار افتاده چمدون با همین الان. نه مینیمم 100 کیلو رو داشته مینیمم فورسش؟ خیلی بیشتر خوب <متحد> حساب کنید شما <applause> سری ام جی شده وزنش ثابته سی تا 8 فوتو حساب کنید ببینید چقدر بوده فورسش آ یه داستانی بود تموم <applause> شد آره دیگه از اولی زب مال زخم کردی کرین کرین <applause> همین <applause> بود <بقا تصفيق> همین دیگه فقط اومدی میگی سطل ماست اگه طرف فرزاد نگو من چو از قبل میرسن هی گفتم نه نه بعد چی شو بعد خب بعد چند نفر مجروح چند نفر فقط هم نفر انگار شده آخرین خبری که من خوندم ورک سیف بیسم اومده اینوستیگیتور آه، شروع کرده. و... چرا نبسته بودن اونجا اینا که خیلی من شون هست که وقتی آره شاید, قار... شاید کارگر ساختمانی بوده که اتفاق افتاده برادر. آره آره کارگر بوده آها یعنی از آدمای نه او اینا نگفتم آها تو داستان هیچی یه تایمی بود فکر کنم خونه شما ظرف می‌کردیم یا اون اپیزودایی بود که خونه من اومدیم نمیدونم تاریخ شما سال بله بعد یه داستانی من تعریف کردم در مورد این پلن اینترنت خونه ای که گرفتم و اینا چه دیلی گرفتم بله بارو بسته بودم حالا رسیدیم به ته اون یه موقعیتی پیش اومد که من مجبور بودم دو تا قرارداد همزمان داشته باشم و حالا قرارداد اینترنت هم اینجا اینجوریه اینترنت های خونه یا میتونی قرارداد ببندی دو ساله که هزینه کمتری بدی آره موظف میشی دو سال تون قرارداد باشی یا ماه به ماه بدی هزینه بیشتری باشه هر موقع بخوای کنسل کنی. من جفت قراردادام جفت پلن قراردادی بود بعد دیگه یکیشو نیاز نداشتم فکر میکنم یک سال و نیم دیگه هم مونده روش رفتم آنلاین تو سایت تلاس ببینم که خب مثلا چه بارمتون. پنالتی باید داد دیگه قبول کرده بودم بله. این شکستو بعد رفتم دیدم 15 دلار 15, دولار در 15 دولار در دلار در ماه به تعداد اون ماهایی که مونده می فکر کنم 240 اینا میشد عجب آره چقدر راحت در مورد 240 ساعت میکنه جدیدا میبینی آره جوز چه قبلا 24 هم میگم 24 دلار دارم میدم برای نه <تصفح> 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 بعد اول رفتم دیدم یه سری پوینت من گرفتم تو این سال ها پوینت تلا؟ آره هر چقدر پرداخت بکنی یه سری یه پوینت سیستمی داره که من نمیدونستم بعد زدم و اینا وسط یه میتینگ دیگه هم بودم این گوشه داشت حرف میزدم منم تو سایت تلاس وال... نه نیاز نبود به من تو اون میتینگ خب خب بعد این هایی که داریم میگی خیلی بد برای تموم میشه علی اصغر صد اینو میفرسته برای سابقه برای ایسم <ç>... بعد شروع کردم نکست <آسفتای دل> گفتم خب خوبه مثلا آپشن داشت که ا... پوینت رو تبدیل به به دلار بکنی آره برای چیز کارت بگیری آه. آره بعد مثلا 50 دلار میشه کریدیت ها گفتم بزنیم بیاد دیگه, بیا دیگه سریع, دیگه سریع بیا. بعد زنگ میزنم بهشون اون کنن کنسل. کنسل کنم و خیلی بعد آقا زدم و ایمیلش اومد که شما براتون میاد بین دو هفته آینده این کریدیت کارت زیرش نوشته فقط این کریدیت کارت فقط تو مغازه خود تلاس میتونی چیز بخری و تو مزا... خب. تلاس مغازه تلاس آره ایسا تلاس نه روش اون مسترکارد من اون فاین پرینتش رو و اگه مثلا یه جنسی هم بخری که مثلا 52 دلار باشه نمیشه باید یا پنجا باشه یا زیر اون عدد خلاص عصبی شدم که برمون ما زحمت کشته بودیم پوینت ها رو جنگ کرده بود بله. بعد زنگ زدم یه به اطلاع بعد اون میتینگ زنگ زدم به یکی یه بنده خدایی تو هند گوشی رو برداشت زنگ میزنم میپرسم میگم کجایی چرا دوست دارم ببینم کجا گفت ما هندی ما از, از منم میپرسن یک کجایی نه من میتونم از اون بپرسم <تصح> بعد گفت نه نمیشه گفتم من اشتباه کردم میدونم این گیف کارت ها من نیاز ندارم از تلاس چی برم بخرم مثلا س... آره نمیدونم مثلا چی بعد رفتم آ سایت شدم دیدم خیلی لیمیتده مثلا یه دونه کیس داره مینیمم 80 دلاره خب پس من نمیتونم 50 دلار رو خرج خلاص بعد گفت <مت <مت من نمیتونم اینو گفتم ببین یکی هست تو این کلاس که میتونه اینا عوض کنه پس بز من با اون صحبت کنم گفت یه ذره منو گوش رو تو اینو منو سوییچ کرد به خود کانادا یه آقایی تو آلبرتا خیلی صدای ریلکس معلوم بود که طرف تو آفیس نیست خیلی ریلکس صحبت کردم و اینا گفتم آره من میدونم من خودم گن زدم حواسم جای دیگه پرت نخوندم که اینو و اگه بتونین کمکم کنی خیلی ممنون میشم و اینو گفت نگران نباش اون اونو من سویچ میکنم احتمالا هم اون کارت رو میاد توشم پوینت هست ولی من اینو سویچ میکنم تو برو مثلا گیف کارت امضا میگی دیگه گفتم خیلی تشکر اینو تو آمدم قطع کنم گفتم تو دیگه کارهای دیگه هم میتونی بکنی <applause> <applause> چطور ازت برمیاد گفت ببین من یه منیجر چیزم مثلا پای. آلی آره عالی رتبه. رتبه. رتبه همه کاری میتونم بکنم چی میخواد گفتم ببین من دو تا پلن دارم براش توضیح دادم یکیش اینقدر ماهش گذشته یکی دیگهش اینقدر ماه من 240 دلار قرار پنالتی بدم رو اون یه فکری دارم ما بیایم اون پلن رو بیاریم تو این لوکیشن این یکی رو کنسل کنیم که این یکی ماهای کمتری مونده به آخرش 240 رو کمتر بدیم من یارو خنده <تصفح> 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 گفت... گفت گفت تو به این فکر کردی گفتم خب من آردم... انجام دادم <تصفح> آره گفتم آره دیگه دو آپشنشو دارم جفت <تصفح> اینترنت مال خودم گفت خیلی باید تو هم تو هم میشه و اینا و خندش گرفت گفت ولی من خیلی مثلا بشتاقم مثلا جاله برای ما تقدیر میکنم که اینقدر تو چیزی با نمکی آره و خی... خیال راحت من اونو کنسل میکنم تو پنالتی هم نداره پنجا <applause> دلار هم سود کردیم وسط و خلاصه <applause> برو با شبش نیو بگی خلاصه <applause> این تلاس میدید پای فرزا ولی من این کارو کردم و من با... من این کار این نه کار یعنی اون گفت نیو بالانس نه کار عجیب غریبی نبود یارو اونقدر سورپرایز نشد وقتی من بهش گفتم نه خب بس داره به کی بیفتی یارو مثلا گفت تو یعنی از ها... اطراف هند هم بودن کسی که من مشو صحبت کنم این, این, این کانادای... خیلی راحت انجام داد جالبه که سخت بوده آها که یعنی پنالتی شو... نه من پلن یه خونه رو انداختم روی خونه دیگه یکی دیگه, دیگه. می توانست. می توانست بکنی. رو آره اینم میتونست میتونست این کارو بکنی ولی را... گفت این چیز بکنی ب... بیا برو اش برو به فکر گفتم اسمش بهش گفتم به جای این وقت رو بذاریم رو این طور به فکر خودت باشه یه خودتو خودت رو پس گفتم جو بودش گفتم جو آخرش که تشکر کردم با هم رفیق شده بودیم اون برام مسیج می‌زدن سر کار بیا کجایی بعد فرضا تو تلاس بعد گفتم جو شما رو خودت اینقدر شما مشتی هستی سوال به جایی بودی آخر هفته داره بیاد بود خب خندید گفت نه من اگه شما رو به امسال تو فرده تو رو خیلی خوب تو چی انگلیسی چی بود of your رفیق بودیم یعنی من گذاشته بودم آره دیگه اوکی آره آره دیگه یارو چی فوش ریسیسی دیگه من اوکی دیگه 240 دلار برای سیف کرده یارو اینجا 50 تا اون ور اصلا رفتم برای کفش بعدی فول پرایس بخرم سری وای عجیبه دوباره من ارجایتون میدم به اول اپیزود من میخواستم من تشکری وسط ویزو آخره این هم یه کفش جدید این باج به کف داره نداره آقا این یه قسمتیه که باید پر کنیم آقا این قسمت باجی بودیم دارم فکر کنم من فرادی نداشتم توی مدت این, این تو کتگوری من تنها فرادی که داشتم یه <laughs> <hesitant melhores> فرادی که داشتم فرادین سر کارشون یه سطل خالی دارن خب من این مدت برای اصاب کشیه من خیلی یه جایی وجود داره به نام دامپ تو دیگه منبشیب گرفتی که <applause> <جو> من نمیشناسم <applause> به ما به واسطه ای این عصب کشیه ما خیلی چیز ریختیم دور بگو عددشو خلو. 600 کیلو اصلا باورتون میشه 600 کیلو آره اخو ما خیلی مثلا میگم انقدر چیز میز داشتیم که دیگه استفاده نمیشد خراب شده بودن و همه رو ما یه گوشه ای تو خونه جا داده بودیم بدونی که ببینیمشون ام... های من سوال داشتم این چیزایی که مثلا میگیرید برای ضبط و اینا چی میشن بعدش مثلا چیا رو سریاش اس چنگال بزرگ که خب استفاده دکور بودن دیگه همشون میرن تو دکور ما هیچ چی رو پس نمیدیم من اینجا الان میدید آن... به مثلا بیننده ها اینا یا یه سریاشو میدیم به بیننده آره یه سریاشو من تو توییتر آره کردم چون همه قاعدتا رو که لازم ندارید نه هیچیشو تقریبا لازم نداریم نه توی ونکوور میدیم به ب... من تو ماشینم انقدر چیز میذارم رو تو... میبینم بهش میگم یه دقیقه صبر مثلا این یادگاری از کومان برات یه ملخ میماله تو داره ما <تصفح> یه حالا آشنا شدم با یه جایی به نام که تو میتونی بری هر چی بخوای اونجا بری اصلا براشون اصلا مهم نیست به غیر از درایوال یعنی دیوار <تصفح> گچ و اینسولیشن مثلا پشم شیشه <تصفح> تو تقریبا هر چی بخوای میتونی اونجا بریزی اینا رو بازیافت میکنه یا کامپرس میکنه ببین کامپرس میکنه میریزه میره یعنی اینطوریه که ما میرم اونجا از پشت <تصفح> پشت وانت این تو پرتاب میکنم اونجا <تصفح> ویدیوش دارم یه ویدیو هست می... میدم به میلاد بذارم تراپی خودمون واقعا تراپی <تصفح> بعد خب گرونه دیگه تو هر دفعه که بخوای بری یه مینیموم چارجی ازت میکنه تا 120 کیلو رو 15 دلار ازت میگیره بالای اونو بیشتر شارژت میکنه بعد یه سری آیتم داشتم که دیگه واقعا وزنی زیاد نبودن حجمی زیاد بودن و من به فرهاد جان سپردم و بین سر کارشون مثلا هلمت انداخت <تصح> <تصح> محف کردیم <محف تصح> <محف> 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 آره یه سری چیزها رو اونجا ریختم و اون واقعا خیلی منو نجات داد از میری بعضی چیزها رو هم دامپن نمیگیره اینطوری که چیکارش کنم ولی ما به چیزی نه نمیگیم برای بازی برای اون گاربجه که دیگه میگم اصلا خودم هم مینداختم یارو منو <تصفح> کامپرس میکرد میداد برم اصلا براش مهم نبود هیچی رو نگاه نمیکنم خیلی عجیبه خیلی بیزینس عجیبیه و بوی کسافت میاد می مال خانواده سوپرانوز همون جسد مسد ببرید برش کن اونجا نریم دیگه والا من نبردم نمیخوام مثلا بهش فکر کنم همین دیدم همه رفت توفه فکر دقیقا درصد راهشو میزنه دقیقا یاد خونه ای تو افتادم چرا جز جسد این آقای سیوان هست که کامیدینه توی <تص> پادکستش یکی از این آدمایی که روی ماشین زباله کار میکنن تو نیویورک اوورده بود مصاحبه کرده بود باش بعد این سوالم پرسید که تا حالا شده که مثلا گفته بود خیلی راحت میشه چون ما نم... مثلا بعضی از کیسهایی که بلند میکنیم خیلی سنگینه و چک نمی کنیم آدم آره. سنگین با, با زوال سنگین فرق میکنه دو نفری Let's not go دیگه تو میتونی اه... تیکه تیکه کنی بله دیگه ام. یه فیلم دیدم بگم در مورد تو دیگه تو دور بگو خدا ایشون صحبت نمیکنه این فیلمه چیزی داشتی فرق نه خیلی کوتاه در مورد زندگی نامه لبران جیمز بود شوتینگ ستارز نمیدونم دیدید یا نه بعد خیلی به من حال داد برای اینکه دیدی فیلم میبینی فیلم های خوبی هم هست اکثر این فیلم که میخوام بگم مثلا یه آدم موفقیه و زندگی سختی داشته یا مثلا خیلی تلاش کرده که برسه به اون لول و تو هم تا داری این می دهنت سرویس میشه که هی یارو شکست میخوره هی به فنا میره بعد ولی این فیلم رو میدیدی لبران از اول خوب بوده میرفت همه رو میبرد میدونی پشتش نمیداده دیگه احتمالا یا رو این ساعت نه. داشته کار آره تا از بچگی با سه آره. تا رفیق دیگه همیشه بازی میکردن ولی دیگه مثلا میدونی اون حسه رو که بقیه فیلم ها رو... مثلا این, ف... این حسه رو من تو بازی های ورزشی ایرانم که میبینم دارم مثلا والیبال تو قرار ما سرویس بزنیم من دهنم سرویس میشه بگم ما سرویس فقط نیستیم <laughs> کورنر میخوایم بزنیم یا ولاد نیستیم میدونی ولی این فیلم اون حس رو نداشت ریلکس میدیدی که آقا فقط پیش آره فقط فقط عشق ببینید شما شاید این حس بگیرید هفته پیش کسی دید بازی آل استار غرب و شرق و اینا رو من اولش رو دیدم سال چن 20 تا چقد 2021 که ام بی ای نم از اولم آل استار بازی کرده از 18 سالگی اومده دیگه خیلی خفنه بعد ببین اصلا تو سن الان سی و هشت سالشه چه آمادگی جسمانی رو دانک میزنه پر به تنت نمیمونه جالبه یه عکسی روی تویتر دیدم چند وقت پیش از پای لبران جیمز که انقدر بازی کرده مثلا انگشتای پاش مثلا کروکت شده و اینا مثلا میگم بازی نکرده ما اینطوری بود <تصحب> بازی, <تصحب> نه... بازی کنیم درست میشه نمیدونم نه... نه چرا اینطوریه این, این بنده خدا مثلا یارو دهنش سرویس شده 800 سال بسکتبال بازی کرده اینطوری شده ما به دنیا اومدیم اون <تصحب> امکاناتی که اون داره اون لبرانو میگن یا خوابه یا داره بسکت بازی میکنه روزی 12 ساعت میخوابه بچگیاشو نشون میداد وقتی که از بسکتبال برمیگشت تو خونه با سگا فکر میکنم بسکتبال بازی میکرد با دوستاش خیلی جا. خوبه کجا حالا آلستا رو گفتم یه مسابقه جالبی هم بر اولین بار تو تاریخشون داشتم مسابقه سه امتیازی استف بود با استف کری چیزه بهترین سه امتیازی زن تاریخ ان بی ای هر تو گلدن آره بعد با سابرینا حالا فامیلیشون نمیدونم اون بهترین سه زن خانومه که اون بالاترین سکور سه رو داره تو مسابقات سه امتیازی از استفکری هم بالاتر بود بین برداز مرد... نه 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 آره در کل بعد مسابقه‌ای که گذاشتن توی زمین مردونه بود ولی سابرینا با توپ زنونه پرتاب میککه که یه مقدار سبک‌تر و یه مقدار کوچیک‌تره و قبلش مسابقه امتیازی اصلی برگزار شد که مثلا کسی که برد با یه حد نصابی برد که سابرینا از اون بیشتر امتیاز آورد سابرینا 26 امتیاز آورد ام. استف حالا بردش نه 29 تا آورد ولی خیلی نزدیک بود خیلی هم جالب بود اولین بار بود که این مسابقه انجام میشه بعد یه چیز جالب تبلیغ تقسیم به بشه نه نه مسابقه قانونش فرق داره یه امتیازی داره دو امتیازی آه داره آه یه آه دو تا توپ سه امتیازی هم داره بسته به آه جای آه دیدم چیزه آره چیز که... بعد جالب و سابرینا میگفتش که این خب خیلی بسکتبالیست درست حسابیه و شوت و اینا میزنه بعد میگه نه دبیرستان یا راهنمایی که بوده این مثلا میخواد همش میخواسته با پسرها اینا بازی کنه بعد مثلا اینو مسخره کردن که مثلا برو مثلا فلان بازی رو بکن اینجا نه یا اینا بعد یارو گزارش کرده داشت گفت از اونجا تا به اینجا که بیای مثلا توی آل استار حالا همیشه مردا فقط توی این مدل آل استار بودن مثلا خیلی راه اومدیم و اینا جالب بود ام. اینا مگی... حالا چی شد مسابقه رو استف آره این 26 تا اول میگم اون 29 تا اول یه سوال این مسابقه س امتیازی که می نمیدونم تایم داره یعنی توی تایم آره. بعد باعت... آره تایم آره. داره, داره. بعد یه تعداد رک که جاهای مختلف دوره آره دیدم اونا نیم دایره س بعد انتخاب میکنیم مثلا یه رک دو امتیاز همه تو پاش دو امتیازیه تو اگه بدونی مثلا از کجای زمین بهتر میزنی همه رو میذاریم اونجا بعد اینا میان دونه دونه شروع کردن کردن اینا مسابقه دانک بود یه پسر از توی جی لیگ برید دانکش رو ببینید دو تا دانک زد اصلا عجیب غریب قبلا خیلی بیشتر قبلا دانک ها تا الان دانکا, دا دانکا افتضاح شده خیلی این اصلا دانک کانتست 7 اپ چه میشد دیگه دیوونه میشدن همه دیگه اصلا یه چیزای عجیب غریب آره من فکر کنم ما چون موبرد. دسترسی نداشتیم فکر میکردیم خیلی مثلا مطلب عجیبیه الان اصلا چون هم به همه اینا دسترسی اونقدر بالا شاهکار نیست ولی یکیشون یک خیلی آخه میدونی توی پسر توی... این اتفاق نه دسترسی داشتی نه میتونست اصلا نه توی کشورت بود نه هیچ تانزان آره. مثلا چهار پنج صبح بود بازی نه و حتی اینطوری بود که فکر میکنی اونقدر تلنت حتی توی کل کشور تو هم وجود نداری چی برای حال بسکتبال یه دونه آره. حامد حدادی بود حامد حدادی آره. که رفت اونجا ظاهرا با مشکل اخلاقی برگشت جدی آره. گریزلیز و ونکور گریزلیز اومد دیگه اولین باری که درفت شد اولش منفیس بود یا اول ونکوور بود اون موقع که اومد ونکوور نبود فکر بود. اول بود, بود. آره منفیس گریزلیز چی شد کسی اومد نه نه من با دوربین صحبت کردم آها فکر کردم کسی اومد تو مگه کسی کلید داره بیاد تو نه میتونه هر قفل نمیشه آره اینجا هیچ لیمیت نداره من زدم 56 دقیقه است خوب ارسلین اونجا ببین زیر اون چی نوشته یک ساعت و نوزده دقیقه عالیش امروز فرزاد به من میگه که ما حرف نداریم برای گفتن نه همین امروز فرزاد اپیزود داشت ما من فکر کنم قرار بود اپیزود رو ضبط کنیم بعد بچه ایده خوبی دادن که حالا چون یه مدت اپیزود نرفتیم و محیط جدید و دلنگیزی داریم بیایم اپیزود اینجوری بریم اپیزود فرزاد رو سعی میکنیم شنبه ضبط کنیم اگه اتفاقی نیفته بله. آره زیبا بود جونم براتون بگه که خیلی ممنون که تا اینجا به حرفای ما گوش دادین مرسی که با تمام کمیا و کاستی ها هستیم پیشمون من میگم ما دوست داریم که اپیزودامون منظم بیاد بیرون ولی واقعا مشغله های زندگی بعضی موقع اجازه این رو نمیده و این خطا رو بر ما بپذیرید ما هیچ وقت قول ندیم که بتونیم یعنی قول ندیم که حتما منظم باشیم دمتون گم مرسی که تا اینجا با ما بودید مرسی که برفای ما گوش شدید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام توی تر اینستاگرام و اگر که میخواین با گروه تلگرام ما آشنا بشید یه گروه داریم به نام خودکست تاکس نه گروه ها رو فرزاد فرزاد هم پی... نمیدونه چه بود آره, آره اگه پیداش کردیم بردین آره اگه پیداش کردیم بردین, <تصفح> بردین. <اه>، توی دیسکریپشن <تصفح> یوتیوبمون معمولا هست اون یعنی یه لینک من دارم همیشه از اون گروه ها. برای اینکه اون گروه ها رو جوین شن ها... آره دیگه تونستی جوینش من نمیدونم آره. گروه جالبیه ولی هر لحظه ممکنه بسته بشه میدونی که هیچ چیزی نداره الان یه نفر وسط این اپیزود هست شد از توش نه نه تو گروه نه من توی چنل یوتیوب هستش کردم آدم بد دهن و بی بود برای همین هستش تیشرت آه. یه بنده خودم باید بیدی آقا من میدم فعلا نمیدم هست. نمیتونم. هست. نمیتونم واقعا الان وقتا نمیتونم نه تیشرت میدونی چیه میدونی آقا ما کلی تیشرت داریم و کوالیتیش هم خوبه خب الان بعد این اپیزود یه چیز جالب بهتون بگم موقعی که من تیشرت رو درست کردم دلار 16 تومن بود برید پشماتون برید نه بابا نه لای توفیق بردید هم خدافظ خدافظ زن زندگی آزاد